سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که هر ساعت 16 طلاق در ایران ثبت می شود. هرانا تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد مجید دوری و ایوب پرکار، دو زندانی سیاسی زندان بهبهان، به زندان کارون اهواز منتقل شدند. مصطفی بردبار، نوکیش مسیحی، در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در پی انتقال به زندان کارون اهواز در نامه‌ای به دادستان تهران اعلام اعتصاب قضا کرد. انتخابات زیمبابوه برای تعیین رئیس جمهور این کشور امروز در حالی برگزار می شود که رابرت موگابه، رئیس جمهوری 89 ساله این کشور، برای 7مین بار نامزد احراز این سمت شده است.